عثمان رو قبول داری؟ معاویه رو قبول داری؟ فلانی رو بله میکشتن هر کس که خلاف عقیده خودشون بود میکشتن یعنی شما میخواید انتظار داده از کسی که تکفیریست چیزی بسازه؟ هیچ وقت همه اینها فقط خراب کننده هست تخریبگر تخریب فقط حدام هست ویرانگر هست این فکر فکر وقتی ویرانگر باشه دیگه سنگ و آجر که رو هم نمیشه قرار نمیگیره کی سنگ و آجر یه تمدنی پیش میاد بشر پیشرفت میکنه که آزادی باشه انسان یعنی اطمینان داشته آزادی داشته باشه امنیت جانی داشته باشه امنیت فکری داشته باشه این وقت است که تمدن به وجود میاد و حق حیات و حق زندگی برای دیگران قائل باشه بله ما میبینیم که مسلمان ها حکومت میکردن خلافت داشتن در پرتو حکومت اسلامی یهود زندگی میکرد نصارا زندگی میکرد حتی روافز هم زندگی میکرد حتی می حتی, روافز، حتی شغل اسلام ابن تیمیه تو کتاب دیگه اینها به راحتی زندگی میکردند و کسی تحرس به کسی نمیکرد اصلا که چون آقا فلانی ولی. فلان فکر منو قبول نداره مثلا ابو بکر رو به عنوان خلیفه اول قبول نداره من بیام گردن اینو بزنم من بلد. بیام اینو حق زندگی رو از این بگیرم حالا چون نگاه کنید صفوی ها چه خدمتی کردن برای ما بله یعنی ایرانو به کجا کشوندن به کجا بردن خب این دیگه خیلی واضحه و آشکار هست آشکار بله هر کی مخالف خودش هست حق حیات نداره متاسفانه الان هم اینطوری شده دیگه کسی مخالف باشه حق حیات نداره این اشتباه هست با این نمیشه یعنی یک جامعه را ساخت امنیت در جامعه وجود تمدن ساخت کشور رو بلند کرد کشور رو پیشرفت داد چه در اقتصادی چه سیاسی چه فرهنگی در همه زمینه ها درست وقتی که شما برای دیگران ارزش قائل نیستید فقط یک تعدادی فقط خودشون حق حیات رو میدینن می آیا اونها این تعداد اندک میتونن تمدن ساز بشن میتونن کاری کنن خدمتی کنن مگه, مگه میشه امت هست اینها دست به دست هم انسان وقتی میگن که طبعش مدنی است بله. انسان جامعه هست مدنیگرا هست یعنی اینکه بایستی با هم باشند. نمیشه فقط یک گروه خاصی بگن فقط ما غیر از ما مرگ هیچی حق هیچی ندارن حق حیات ندارند. درست اینه که هیچ وقت این خدمتی به بشر نمیکنه. بله اسلام میگه که دین از آن خداست بایستی دین, دین خداست. حاکم باشد مردم در زیر چتر دین خدا زندگی کنند وقتی زیر چتر دین خدا هستن آزادی خودشو داره آزادی خودشو شما میبینید خدا. که مسیحی زندگی میکنه زیر چتر اسلام آزاد هست کسی بهش تعرض میکنه چقدر احادیث داریم که اگر کسی به اهل ذمه تعرض کند خدا بوی بهش به مشامش نمیرسونه بله یهودی زندگی میکنه اونی که مشرک بوده خب بت بود پرست بوده گاو پرست بوده هر چیزی بخواد به پرسه آزاد بوده برست. کسی بهش تعرض نمی کرد موابید، موابید هیچ موابی... تا معابد معابد و تا بله بله. الان وجود داره بله. کسی تعرض نکرده بله. اینا هیچ معابدی خراب نمی کردن بله. تعرض نمی کردن حتی یه مشهور که قدرت عمر در وقتی که بیت مقدس وفات میکنه اون کشیش میگه که بیاد داخل کلیسا نماز بخون گفت اگه من اینجا نماز خوندم یه سنتی میشه آره دیگه از دستتون در میره بله. دیگه این کلیسا مال خودتون نخواهد بود میگن امیرمون اینجا نماز خونده هی میان هی میان دیگه آخر شما جای ندارید مجبور برید از دست میدید دیگه و من نمیخوام تعرضی روزی به عبادتگاه آره، شما بشه به قرب... کلیسای شما بشه این باش. دین هست در زیر چتر دین بله بعد دین خدا باشه دین خدا به انسان ها آزادی میده بین انسان به دین خدا به انسان احترام میگذارد حالا هر عقیده داشته باشین ولی شما نگاه کنید در زیر هر چتری باشه فقط برای خودش اعتقاد هست که آزادی است فقط خودش حق داره باشد دیگران باش. براش... اعتنای قائل نیست میگه بعد مثل من باشی الان دقت کنی در اروپا که اینقدر ادعای آزادی و انسانیت و این نداره حقوق بشر و حقوق بشر نگون چرا نبایستی مثلا یک مسلمان آزاد باشه که بر اساس دینش زندگی کنه زندگی کنه یه زن مسلمان چرا چرا نباید آزاد باشه که بر اساس بپوشه مگه آره. نمیگید که آزادی فردی آزادی همه عقاید آزادن آره. میان میگن که نه این با لیبرالیسم با لیبرالیت فلان تناقض داره ده ده بله نمیشه او تو میگه آزاد هست آزاده آزادیشون برای همه چیز مگر در برخورد بر... با اسلام با مسلمان ها حقوق انسان هست مگر برای مسلمان مسلمان آزادی دینی هست مگر برای دین اسلام بله. یعنی در همه چیز اونو اما وقتی به اسلام میرسه میگن نه با اسلام مشکل ولی اسلام با. میگه که تو آزاد باش هر چی میخوای باش ملحد هم باش بله خب اعتقاد خودش رو زندگی میکنه در زیر دولت اسلامی آزاد هست زندگیشون میکنند کسی باشون برخورد نمیکنه درست و اما در زیر چتر اسلام زندگی میکنه در زیر چتر اسلام هست که اون آزادی خودشو داره و انسانیتش هم حفظ میشه